Bonjour, bonjour. When I was 10 years old, I was smuggled into Denmark. My name is Tamana Saidi. When I was young, my father had to leave us to find work abroad due to the war. We were apart for 10 years, and now he owns a tailor's in the center of Copenhagen. I have met many Afghans in Denmark, yet I know little about the trials and tribulations that they have faced in fleeing Afghanistan. Could you tell us why you left Afghanistan and when you did? Because quite long ago, because of the economy and I had a bad life over there, and also his war started, so I had no choice, so that's why I left Afghanistan. Yeah. Do you miss it? Of course. That's my country. Yeah. I'm going to see our family friend Aziz. His application for a resident permit was turned down, and now he's soon to be deported back to Afghanistan. When we arrived at this asylum center, the camp manager tried to stop us from filming in Aziz's room and around the site, although we had a prior arrangement to do so. But it's more about other people who live here that they feel secure. Yeah, but could you finish as soon as possible? We're only being nice because you came all the way up here. Normally I would have said you're not able to enter. Mm. ایده در زمان روسا جهاد میکردیم در جنگ ما را گرفتن بعد از یک مدت ما رفتیم زندان ما را بردن بعد از یک مدت که ما را اعلا کردن ایده در زندان خالکوی بکردیم مجاهد بودید؟ مجاهد بودیم ما را که فامیلی هست که در زندان پلچرخی کابل زده میره چرخم از افغانستان هم بود؟ ایران چرخم بود؟ معلوم از کل مردم میفهمند تمام مردم دنیا میفهمند که ما در مشکلات خاری و زحمت میم از راه ایران آمدیم ترکیه از ترکیه آمدم یونان خیلی نفرا کشته شد غرق شد خانواده مرد شهید شد کلگی میشه بودی بچی از افغانستان آمدی؟ یک باند مواد مخدر پشت بچه ام افتاده بود که همو گروه القاعده میشد طالبان میشد میخواست بچه مرا در باند مواد مخدر در باند مافیا ثبت نام کنه که اتفاقا ما ای را جلوگیری کردیم به خاطر چی جلوگیری کردیم نخواستیم که مثلا چی بچه ما مالوده شده ای باند مواد مخدر در گرفتار یا بچه ما قایم کردیم پود کردیم 14-15 سالش است ای را قایم کردیم که باشی نبره نبره دخترم میرفت مکتب بعدا چی دختر ما را از رای مکتب اختطاف کردن اختطاف کردن چند وقت گم بود چند وقت گم بود اینجا بعد از اون چه جنازهش آوردن مثلا نسبت کشته و نسبت زنده فامیلی آوردن نیره جنازهش تحویل ما دادن در حق دختر ما ظلم شد جنایت کردن فامیل 4-5 شب دختر ما گم بود دختر زیر سن جنایت کردن ظلم کردن آوردن جنازهش تحویل ما دادن بعد یکی دو سه روزم دختر ما فامیلی از بین رفت دیگه به که از بابا دستابم قراب از دیوانه شدیم دیگه Mohammed is 19 years old, and he came to Denmark over a year ago. His real name and identity have been protected. که مجبور شده که بر نگاه کنم بعد از دو سه روز فردا من دخان سندوکان نمیرم چون که خیلی زیارخون بود اصاب شخاره بود بعد از دو سه روز همسای دکانش در زنگ زد که سک سندوکان نهی که از پولیس هم در دکان تو تفنگ و ایستا بود کردن بعد از اونی پولیس ها فکر میکرد که پدر من خد طالب هم خوری کردن طالب ها فکر میکرد که پدر من خد پولیس هم خوری کردن بعد از پدر مجبور شد که افغانستان را ترک کنیم یک جایی آمده میسا خانواده خیلی کنیم وقتی ما به یونان رسیدیم ما به نفر زیاد بودیم و از کشتی تا شدیم پلیس آمد کلی در موتر هاش هم دارد ما در موتر دیگه هاشم تنایخ بودم
هر چی گفتم که ما خانواده داریم چرا کسی قبل من نمیفهمه چون زبان یاد نداشته میشده باز ما آمدیم در آتن وقتی در آتن آمدیم شاید فکر میکنم خانواده هم میرش میم ولی تال نمون دیگه و میخاطرم تو قواریخ خود که دیادی چون میترسی یا بچی تو قواریخ درست هم خاطر ما قواریخ نمیخوام نشه بدم که ممکنه ما رو بینگرن یا تنو بزرخ میشنن تن قواریخ After meeting with Aziz and Mohammed, I feel as if I have aged a few years. I now realize how very fortunate I am to be living in Denmark, unlike Aziz, who was deported only 2 days after we filmed him. Although I've experienced immigration myself, I now have a greater understanding of why Afghans make the sacrifices they make in fleeing their country. Sabah Meshameh.